در گفتگو نباید به اخلاقی کردن طرف مقابلمون معطوف باشیم. باید به مشکل گشایی سخن او معطوف باشیم. یعنی چه؟ یعنی گفتگو جاییست برای رفع مشکلات مشترک. یکی از مشکلات مشترک من و شما این نیست که مثلا شما اخلاقی زندگی نمی کنید و اخلاقی رفتار نمی کنید. اگر روزی مردم یک جامعه یا مردم یک گروه، اعضای یک گروه به اینجا برسن که ما یک مشکل مشترک داریم و اون مشکل مشترکمون اینه که اخلاقی زندگی نمی کنیم، اون وقت البته باید ما یک گفتگویی هم داشته باشیم برای اینکه رفع این مشکل مشترک خودمون رو بکنیم. یعنی رفع اینکه هیچ کداممون اخلاقی زندگی نمی کنیم. اما فرض بر اینه که اکثر گفتگوها برای این صورت نمیگیره. اکثر گفتگوها برای رفع مشکلات دیگه صورت میگیره. وقتی اکثر گفتگوها برای رفع مشکلات دیگر اجتماعی صورت میگیره، مشکلات مربوط به خانواده، مشکلات مربوط به اقتصاد، مشکلات مربوط به تعلیم و تربیت، مشکلات مربوط به سیاست، مشکلات مربوط به حقوق، مشکلات مربوط به دین و مذهب، مشکلات مربوط به روابط بین الملل، مشکلات مربوط به محیط زیست، گفتگوها، اگر گفتگوهای در واقع بزرگی رو که در جریان هست بخوایم در نظر بگیریم، معمولا گفتگوهاییست در این باب. وقتی گفتگوهاییست در این باب، من در این گفتگو باید ببینم سخن شما برای رفع این مشکل محل توجه آیا سودمنده یا سودمند نیست، چقدر سودمنده، چقدر سودمند نیست، چه نقطه قوتی در سخنتون هست که برای رفع این مشکل به خصوص که داریم گفتگو میکنیم به درد میخوره. بنابراین من هرگز حق ندارم به لحاظ نه حقوقی بلکه به لحاظ اخلاقی حق ندارم که در میانه این گفتگو اهتمامم به اخلاقی کردن شما باشه. چرا حق ندارم؟ به جهت اینکه اجتماع ما برای این مقصود نیست. اجتماع برای هر مقصودی که صورت میگیره، یعنی گفتگو، مجمع گفتگو برای اون مقصودی که صورت میگیره باید کوشایی بکنه. مقصود ما این بوده فرض کنید که چگونه مشکل رفتار فرزندان خودمون رو در ارتباط با نسل‌های گذشته‌شون، یعنی پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگشون، این رو چگونه رفتارشون رو سالم‌تر کنیم. فرض کنید مشکل مشترک ما بوده. من هر سخنی در این اجتماع از شما میشنوم، فقط باید توجه به این بکنم که این سخن برای رفع این مشکلی که به خاطرش گفتگو منعقد شده چه سودی داره. و بنابراین همیشه باید سخن شما را به خود سخنش توجه بکنم و ببینم آیا این سخن مشکل گشایی داره، نداره، در کجای این داستان به درد میخوره. نکته قوتی هم در سخنتون هست که ما باید حتما بهش توجه بکنیم. نقطه ضعفی هم در سخنتون هست که حتما باید حواسمون باشه یه وقتی این نقطه ضعف به راه حل نهاییمون راه پیدا نکنه، اینا باید محل توجه باشه. اما اینکه تو این رأی رو که اظهار کردی میخواستی خودنمایی بکنی، خودنمایی آقا بده، خانم بده، این در واقع خروج از محل بحثه. من بنابراین نیست که در این گفتگو از ناحیه شما نصیحت اخلاقی بشنوم یا من خودم به شما نصیحت اخلاقی بکنم. عنایت میکنی؟ بله، اگر روزی گفتگویی صورت بگیره در جمع جهانی یا در جمع حتی خانواده من، دیگه کوچکترینش خانواده من، بزرگترینش 8 میلیارد 7 میلیارد انسان روی زمین، اگر روزی گفتگوی صورت بگیره که چرا ما اخلاقی زندگی نمی کنیم،
اونجا باید در باب اخلاقی زندگی نکردن و مشکل اخلاقی زندگی نکردنمون حرف بزنیم. اما حتی در اون گفتگو هم اگر کسی رأی اظهار کرد، فقط باید ببینیم این رأیش به درد رفع مشکل ما یعنی اخلاقی نزیستن ما میخوره یا نه. نه اینکه بگیم آقا حواست باشه که با این حرفات نخوای تو دل مردم جا با کنی، نخوای خودنمایی بکنی، ریا بده، اونجا معنا نداره، چه برسه وقتی که ما با مشکلات دیگه سر و کار داریم. این معناش میدونی چیه؟ معناش اینه که در گفتگو توجه به شخص گوینده مخله. باید به سخنش توجه کرد، نه به اینکه این شخص گوینده به چه انگیزه این سخن رو گفته، میخواسته خودنمایی بکنه، فضل فروشی بکنه، علمش رو به رخ ما بکشه، میخواسته محبوب القلوب بشه، میخواسته عرض میکنم که شناخته بشه، دنبال شهرت بوده، میخواد احترامی کسب بکنه. ما به اینا کاری نداریم، ما به سخنش کار داریم که آیا سخنش برای رفع مشکل مورد نظر ما سودمندی ای داره یا سودمندی نداره. و این هم معنیش میدونید چیه؟ معنیش اینه که اگر شما با بهترین نیت حرفی زدید که به درد مشکل ما نمیخوره، ما از سخنتون نمیتونیم استفاده کنیم. و اگر با بدترین نیت حرفی زدید که در رفع مشکل ما کارسازی داشت، ما باید به سخنتون اعتنا بکنیم. بنابراین در گفتگوهای واقعی سخن است نه سخن گوینده که محل توجهه. اینکه چی داره گفته میشه و این چیزی که داره گفته میشه مشکل گشایی داره یا نداره، چقدر داره چقدر نداره، این که طرف مقابل به چه انگیزه ای گفته، این در گفتگوی واقعی محل توجه نیست. و این همون چیزیست که معمولا منطقیان بهش میگن ارتکاب مقالطه خلط انگیزه و انگیخته. میگن هیچ وقت انگیزه ها رو با انگیخته ها خلط نکنی. انگیزه ها رو با انگیخته ها خلط نکنید، معناش اینه که می شود کسی با بهترین انگیزه ها سخن درست بگه، میشه کسی هم با بهترین انگیزه ها سخن نادرست بگه. میشه آدم با بدترین انگیزه ها سخن نادرست بگه، ولی میشه هم با بدترین انگیزه ها سخن درست بگه. چون هر چهارتاش امکان داره، معلوم میشه همسرنوشتی بین سخن و گوینده سخن در کار نیست. خیلی در گفتگوها پیش میاد که کسی کمال حسن نیت رو داره، از ناشی از کمال خیرخواهیشه، ولی با کمال حسن نیت، با کمال خیرخواهی داره سخنی میگه که این سخن صادق نیست. چرا صادق نیست؟ چون جهل داره به موضوع، آگاهی لازم رو نداره. با اینکه حسن نیت داره ولی جهل داره به موضوع. نمیتونیم بگیم چون حسن نیت داره سخنش رو قبول کنیم، اصلا و ابدا. البته کسانی هم هستن که حسن نیت دارن و سخنشون هم درسته، چون حسن نیت رو منظم کردن به آگاهی لازم و طبعا سخنشون هم درسته. از اون طرف کسانی هستن که سوء نیت دارن اما سخنشون درسته. مثلا فرض کنید که ممکنه، فرض کنید که یک کسی با من دشمنی داشته باشه، فقط از سر دشمنی با من، فقط برای اینکه آبروی منو ببره، میاد و انگوش روی یک عیب من میگذاره. ولی بعد من میبینم راست میگه، من این عیبو دارم. نمیتونم بگم چون سوء نیت داشتی و میخواستی منو تحقیر کنی، میخواستی آبروی منو ببری، سخنت هم نادرسته. نه، تو قصد تحقیر من داشته ای، قصد استهزاء منو داشته ای، قصد بی‌آبرو کردن منو داشته ای و بنابراین حسن نیت نداشته ای، ولی اتفاقا سخنی که گفته ای درسته، من واقعا همون عیبی که تو میگی دارم. از اون طرف هم ممکنه کسی سوء نیت داشته باشه، سخنش هم نادرست باشه. یعنی نه سوء نیت و نه آگاهی، این دوتا با هم میتونن از دست به دست هم بدن، میتونن دست به دست هم ندن. و معناش اینه که هر چهار صورت امکان پذیره: با حسن نیت سخن درست گفتن، با حسن نیت سخن نادرست گفتن.
با سوء نیت سخن نادرست گفتن و با سوء نیت سخن درست گفتن. و چون هر چهار صورت متصوره، پس هیچ عقد اخوتی بین سخن و گوینده سخن بسته نشده و بنابراین هیچ وقت نمیتونیم بگیم چون فلان کس انگیزش رو یقین کرده ایم که درسته پس سخنش هم درسته، یا چون یقین کردیم که انگیزش نادرسته سخنش هم نادرسته. درسته؟ بگذاریم از این که انگیزه را ما از کجا میتونیم بهش پی ببریم. این دیگه بحث دیگری. البته بحث اولمون این بود که با انگیزه های بسیار پلید و پست و فرومایه هم میشه سخن درست گفت و میشه هم البته سخن نادرست گفت، و با انگیزه های بسیار پاک و پیراسته و والا هم میشه سخن نادرست گفت، کما اینکه سخن درست هم میشه گفت. پس ارتباطی بین سخن و گوینده سخن نیست. اما نکته دوم اینه که اصلا شما از کجا به انگیزه های دیگران پی میبرید و میفهمید انگیزه درست داشته یا انگیزه نادرست، حسن نیت داشته یا سوء نیت. خب حاصلش اینه، حاصل این سخن اینه که کسانی که میخوان از طریق درون آدمیان به محتوای سخنشون نقب بزنند و میخوان بگن اگر درون آدمیان سوء نیتی هست پس سخنشون کاذبه، یا اگر حسن نیتی هست پس سخنشون صادقه، مرتکب دو خطا میشن. خطای اول این که توجه نمی کنن که میشه با سوء نیت هم سخن صادق گفت و میشه با حسن نیت هم سخن کاذب گفت. به این اولا توجه نمی کنن، و ثانیا به اینم توجه نمی کنن که چقدر به لحاظ روش شناختی دشوار است راه بردن به درون آدمیان و کشف سوء نیت یا حسن نیتشون. بسیار به ندرت میشه آدم قاطعاً بگه کسی حسن نیت داره یا قاطعاً بگه کسی سوء نیت داره. این البته معناش این نیست که، همونطور که در جلسه دیروز عرض میکردم، معناش این نیست که جلو به خطای ضربه زننده به جامعه رو از قبل دیگری نمیگیریم و نه، خطاشو میگیریم. جلو خطاشو و تکرار خطاشو و زهر مجدد ریختنش رو به بدن و پیکره جامعه میگیریم، اما نمیتونیم یقین کنیم، جز موارد بسیار نادری نمیتونیم یقین کنیم که یه کاری حتما از سر سوء نیت صورت گرفته، کما این که نمیتونم یقین کنیم که حتما از سر حسن نیت صورت گرفته. کسانی هستن که تا آخر عمرشون تونستن آدمیان رو بفریبند، یعنی تا آخر عمرشون تونستن چنان فیلم بازی کنن که همه اونا رو دارای حسن نیت میدونستن، ولی بعدن معلوم میشه حسن نیت نداشتن. انات میکنی؟ نمیتونیم. رمان کارگران دریای ویکتور هوگو اگر دوستان خونده باشن و اگر بخونن، بزرگترین درسی که این رمان بزرگ به ما میده اینه که میشود کسی تا آخرین لحظه عمرش چنان زندگی کنه که ما فکر بکنیم سر تا پا حسن نیته، سر تا پا پاکی و پیراستگی و نابی و زلالیه، ولی بعد معلوم بشه که اصلا و ابدا اینجور نبوده. میشود، امکان این هست. البته کسی که بخواد این کارو بکنه خیلی باید هوشیاری داشته باشه. این هوشیاری معمولا تا این حدش کمیابه، ولی کمیاب است غیر از اینه که نایابه. خب وقتی که اینجوره، پس من اصلا نباید تو وقتی گفتگو میشه نباید بگم که انگیزه ها رو ما میخواییم بهش توجه کنیم. ایشون به انگیزه خودنمایی حرف زد، به هر انگیزه میخواد زده باشه، چه خودنمایی و چه غیر خودنمایی. باید این سخنش مشکل ما رو رفع میکنه یا سخنش مشکل ما رو رفع نمیکنه. اتفاقا نمیدونم دوستان تو زندگی خودشون دقت کردن یا نه، بیشترین خدمتی که اگر کسی در راه اصلاح اخلاقی و معنوی خودش باشه، بیشترین خدمتی که بهش در این جهت میکنن دشمنانش میکنن، با اینکه سوء نیت نسبت به او دارن ها، ولی دشمنانن. با سوء نیت انگوش روی چیزی میزنن که بعد کنم دقت میکنه میبینه راست گفتن. درسته با سوء نیت گفتن ولی راست گفتن. دوستان آدم حسن نیت دارن، ولی اتفاقا چون حسن نیت دارن خیلی از راستهای درباره ما رو نمیگن. اما به طور کلی در گفتگو باید موضوع گفتگو رو ببینیم چه مشکلیه، سخنان هر گوینده ای رو ببینیم در رفع اون مشکل کمکی میکنه یا کمکی نمیکنه، و بنابراین این انگیزه رو واکاویدن و بخوان از راه حسن نیت به صدق سخن نقب بزنیم یا از راه سوء نیت به کذب سخن نقب بزنیم،
این کاری است که منطقا ممنوعه، و چون منطقا ممنوعه ما اخلاقا نمیتونیم بکنیم این کار رو، حق نداریم این کار رو انجام بدیم. خب این معناش به یک زبان دیگه هم اینه که در گفتگو من نمیخوام تو رو اخلاقیت بکنم که بعد میام انگشت رو شهرت طلبیت بگذارم و بگم آقا خانم حواستون باشه اینقدر شهرت طلبی نشون ندید، این حرفتون رو من فهمیدم که برای شهرت طلبی زدید، ما نمیخوایم دیگران رو اخلاقی بکنیم، اما در گفتگو میخوایم خودمون اخلاقی باشیم. اخلاقی کردن در گفتگو مطلقا محمل نداره، اما اخلاقی شدن در گفتگو این کاملا محل بحث ماست، که من دلم میخواد که اگر رفع مشکلی با سخنم میکنم یا رفع مشکلی هم حتی نمیکنم، ولی لااقل اخلاقی رفتار کرده باشم. ممکنه سخنم به خاطر جهلم هیچ رفع مشکلی نکنه، ممکنم هست به خاطر علمم رفع مشکلی بکنه، ولی در این حال میخوام اخلاقی باشم. گفتگوی موفق اخلاقی کردن دیگران رو لازم نداره، توجه میکنید؟ ولی اخلاقی بودن من خیلی کمکش میکنی که خود منی که در گفتگو شرکت کردم، طرز شرکتم و اسلوب مشارکتم در گفتگو اسلوب اخلاقی باشه، با رعایت ضوابط اخلاقی در گفتگو مشارکت کرده باشم. این نکته به نظر میاد نکته خیلی خیلی مهمیه. ما در واقع خیلی وقتا هست که از یه برکاتی محروم میشیم به خاطر اینکه دشمنمون حرفی رو به ما زده و نمیدونیم که اتفاقا همین که دشمنه بیشتر زیر ذره بین ما رو میگذاره، و هر چی زیر ذره ما رو بگذاره از کسی که با چشم غیر مسلح نگاه میکنه به ما عیبای بیشتری میبینه. توجه دوستان ما با چشم غیر مسلح به ما نگاه میکنن، عنایت میکنین؟ اگر نگم با چشمی نگاه میکنن که عینک محبت هم در واقع جلوش هست و یه هاشور محبت آمیزن به کل شخصیت و منش ما میزنن، ولی دشمنان ما که اصلا اینجوری نیستن، بیرحمند، چه بسا سوء نیت هم در حق ما دارن، چه بسا میخوان ما رو خفیفمون بکنن، ولی خب بالاخره با چشم مسلح دارن به ما نگاه میکنن، و با چشم مسلح هر امر مسطحی فراز و نشیبدار به نظر میاد، هر امر پیوسته ای گسسته به نظر میاد، هر امر رفو شده ای پاره به نظر میاد. خب این پارگی ها رو ما میبینیم وقتی که دشمن ما به ما میگه. تو حل مسائل سیاسی هم همینجوره. خیلی وقتها هست که یک رژیم سیاسی اگر به سخنان دشمنانش توجه کنه خیلی سودمنده براش، اما صرف این که همه کسانی که فلانن و همه کسانی که بهمانن و همه کسانی که تو فلان جناحن و همه کسانی که تو فلان حزبن اینا دشمنن، و چون دشمنند ما ازشون نفعی نمیبریم، این ناشی از یک غفلته، و اون که به لحاظ روانشناسی اجتماعی ما از دشمنانمون بیشتر نفع میبریم تا از دوستانمون. حنات میکنی؟ اگر من و شما یک خدا نکرده وقتی عرض کنم که رئیس جمهوری کشوری بودیم، پادشاهی کشوری بودیم و عاقل بودیم، اون وقت باید همیشه اول گوش به زنگ حرفای دشمنانمون باشیم، چون اونا خیلی تیزن، دقت میکنن، و اون وقت میتونستیم رفو بکنیم هر پارگی که اونا میبینن، رفو بکنیم و روز به روز با نشاط‌تر بشه نظاممون و پیشتر بره.